سلام به همه دوستان پنجشنبه 25 پنج خرداد 1402 15 همه جوان 2023 من دوستا خبر کوچیک ابتدا بگم بعد بریم سر بحث اصلی ببینید بحث متعدد این روزها مطرح به در این ماه ها و این سال ها که جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی در بین بردن منابع و سروت اصلی کشور برای خودش قائل نیست محسن اجایی دیروز صحبت کرده و گفته که حفظ محیط زیست خیلی مهمه اما اول حفظ محیط زیست روحی خیلی مهمتره و دوم اینکه نباید به بهانه حفظ محیط زیست از جلوی, فعالیت اقتصادی رو گرفت ببینید این شروع یک آتش زدن به منابع طبیعی کشور محیط زیسته خب دیگه معیار چیه وقتی رئیس قوه قضایی بیاد بگه که نباید به بهانه حفظ محیط زیست جلوی فعالیت اقتصادی رو گرفت دیگه هیچ حد یقیفی به قول خودشون نداره هیچ محدودیتی وجود نداره مراجع و مراکز مهم به کشور به خودشون اجازه خواهند داد که هر نوع فعالیت رو با این بهانه ادامه بدن و وقتی رئیس قوه قضایه اینو میگه حتما اگر بعضی از گروه های مردمی بخوان اقدامی بکنن حتی اقدام سمبولیک بکنن شکایتی بکنن به جایی نمیرسه ببینید اینها برای مبارزات توخالی خودشون با آمریکا و آمریکا ستیزی جلوی بسیاری از فعالیت اقتصادی رو گرفتن از این ناراحت نیستن به بهان همین دیروز خامنه‌ای با سری از سران فلسطینی مزاک... صحبت کرده در داخل کشور و گفته که ما دست از حمایت از فلسطین بر نمیداریم این حمایتی که قطعا هزینه ساز هست برای کشور و متاسفانه در بین جناهای سیاسی کشور در این مورد اختلاف وجود نداره برای اینکه شکم همشون سیره فرزندان همشون در بهترین شرایط زندگی میکنن براشون مهم نیست که حالا این آمریکا ستیزیشون یا این عشقشون عشق بی حاصلشون به فلسطین که بسیار از فلسطینی‌ها باش مخالفن چه از برای کشور داره ولی برای این مبارزه بی حاصل که تا هیچ حاصلی هم نداشته و یا برای حمایت از فلسطین که نه تنها کمکی به آرمان فلسطین نکرده بلکه به خاطر رفتارهای بیمارگونه و هیستوریک جمهوری اسلامی که یک جناحی از مبارزین فلسطینی رو با پول تحریک منری علیه دیگران این باعث عقب افتادن آرمان فلسطین هم شده برای برای این اهدافی که بخشش ناشی از بلند پروازی ها و شهبات سیاسی خامنه ای و بخشش قطعا با نیت ضربه زدن با ایران هست صدمه میزنن به اقتصاد تحریم گسترده رو باعث شدن اما میگه برای حفظ محیط زیست نباید اقتصاد رو تعطیل کرد خب حتما شنیدید که دعوای مفصلی بر سر پتروشیم میان کاله بود چند تا همین اخیرا رئیسی یک طرح اقتصادی رو کلنگ زد که مشخص شد که مجوز محیط زیست زیستش داده نشده برای خواستم بگم که این وضعیتی که جمهوری اسلامی درست کرده خب سفر رئیسی هم به ونزوئلا خیلی جالب نکات مخ... جالبی داره از جمله اینکه چرا در دنیا اجازه نمیدن مردم حرفشون حرفشون بزنن چرا اجازه نمیدن در فلسطین رفراندوم بشه اینا انقدر واقعی هن که هنوز یک ماه است ظاهرا یک ماه صحبت خامنه میگذره که میگه که مردم ایران شاید در واقع صلاحیت مردم ایران رو برای درک کافی مسائل که لازمه رفراندوم زیر سوال میبره اما همچنان اصرار میکنه و بعد هم انقدر اینا مصرف داخلی داره حرفاشون که در ونزوئلا صحبت میکنه میگه طرح مقام معظم رهبری برای فلسطین برگزار رفراندوم من نمیدونم مقام معظم رهبری چه کاره ای فلسطین هستن که این میزنن خب نمیدونم شهید دیدین خانم بهاره هدایت از داخل زندان یک نامه ای داده بیرون من نامه رو امروز خوندم بسیار خوبیه و نکته جالبش اینه که بسیاری از رسانه ها تلاش کردند که این موضوع نامه رو هم بخش عمدهش رو ارتباط بدن با اختلافات اپوزیسیون من سه روز پیش در مورد رفتار تلویزیون ایران اینترنشنال صحبت کردم در دامن زدن به اختر... نه که دامن زدن در واقع انعکاس و درشت نمایی و بزرگ نمایی اختلافات در اپوزیسیون یا مثلا بعض از رفتار غیر اخلاقی که تعداد افراد انجام دادن که چقدر ایران اینترنشنال و بعض از شبکه ها پوشش میدن مثلا یه اتفاقی که برای آی حالو افتاده این رو به عنوان یک معیار نه به عنوان یک اتفاق بهش استناد میکنن بی بی سی ایران اینترنشنال مصاحبه میکنن همش هم وقتی از حتاکی صحبت میکنن از حتاکی طرفداران شاهزاده رضا پهلوی مثلا نمیگن که یک لاتی که به حال مرتبط بوده با مثلا خودشو مرتبط با قومیت کرد میدونه رسما تهدید به ترور کرده یا یکی دیگه ممکنه حرفای این چه نمیزنه فقط همینقدر که تعدادی از افراد اون هم تعداد محدودی به عنوان طرفدار آی پهلوی چیزی میگن اینها روش حساس میشن ولی من صحبت کردم و اشاره کردم به اینکه تلویزیون ایران یک همچین موضوع رو پوشش گسترده میده مصاحبه میذاره اصلا کارشناس میاره روانشناس میاره از ابعاد مختلف بررسی میکنه و تاثیر مثلا رفتار این افراد بر روند انقلاب رو تحت پوشش میده اما یک حادثه مهمی مثل اونچه که در لس آنجلس اتفاق افتاد چهار روز قبل در یوتیوب تیتر لس آنجلس اون رو پوشش ندادن سه چهار تا پیام بر من گرفتن فرستادن که یه گزارش رو نشون آقای فرداد فرحزاد یه گزارش از تهیه کرده ببینید دوستان با هم بازی نمیکنیم که شوخی که نمی کنیم یک حادثه بسیار مهم با حضور حدود 6000 نفر از اخشار مختلف و همش هم بدون توجه به گرایش سیاسی افرادی که اونجا حضور داشتن متمرکز بود بر یادآوری زندانیان سیاسی و یک جمعآوری کمک مالی بود برای آسیب دیدگان از انقلاب این که حالا برای سه روز یک گزارش نیم بند چند دقیقه ازش تهیه کردن اونم ساعتی که پخش شده برید ببینید این دیگه من قرار نیست خودم بازی بدم قرار نیست خودم رو فریب بدم کسی اگه میخواد خودشو فریب بده انجام بده دستشون درد نکنه اما حرف من عوض نمیشه تلویزیونی که یک مسئله غیر مهم رو انقدر پوشش داد برای اینکه مثلا 15 نفر 20 نفر در سالگرد مردن خمینی وایسرن شعار دادن علیه چپ و مجاهد و ملا و بعد کارشناس برن نیم سر بهش حرف بزنه اما در مورد این گزارش این حادثه بزرگی که اتفاقا بسیار هم امید بخشه و هم درس آموز یه چند دقیقه گزارش نیم بندی برای رفع تکلیف بدن این چیز رو واقعیت رو عوض نمیکنه ولی به هر حال نامه خانم هدایت رو هم یه تلاش کردن که باز سقلش رو بزنن بر روی اخترافات و وزیسون. ولی من نامه رو که خوندم درسته ایشون اظهار نگرانی کرده از اختلافات اپوزیسیون اما بسیار نکات مهمی در این نامه بود که عمدن یا صحبا مطفول واقع شده اول اینکه خانم هدایت از داخل زندان اوین از داخل جمهوری اسلامی رسما اعلام میکنه که ما هیچ چاره جز براندازی نداریم حتی نمیگه تغییر رژیم یا نمیگه تغییر رفتار میگه براندازی و اظهار نگرانی هم که میکنه اینه که بعضی از سرگرمی های اپوز از اپوزیسیون که باعث بعض از اخترافات هم شده همه اینها رو از وظیفه اصلی که براندازی غافل کرده به این نکته خیلی مهمه که خانم هدایت که به یک موقع ایشون هم موازه اصلاح طلبانه داشت الان اصرار داره که میگه جز براندازی راهی نیست و حتی بعض از براندازان رو متهم میکنه یا توصیف میکنه کاراشون رو میگه این کارها عملا نوعی از اصلاح طلبیه یعنی برخلاف اینکه بعضی از اصلاح طلبا سعی میکنند یا تلاش میکنند یا ادعا میکنند یا فریبکاری میکنن میخوان جلوه بدن که دنبال براندازی هستن بعضی از کسانی که یا قبلا اصلاح طلب بودن یا همچنان هستن یا ظاهرا بند از اصلاح طلبا جدا شده ولی نک وقتی پای صحبتشون میشینیم متوجه میشین که کماکان به دنبال حاکم کردن اصلاح طلبان هستن نه اینکه دنبال اصلاح جامعه باشن نه دنبال برگردوندن اصلاح هستن برعکس اینها خانم هدایت اظهار نگرانی میکنه میگه که بسیار از افرادی که شعار براندازی میدن به دلیل نوع رفتارهایی که میکنن عملا کارهاشون منتهی خواهد شد در خوشبینانه ترین شرط و اصلاحی در درون حکومت و بعد وقتی که اظهار نگرانی میکنه از بعضی از اتفاقات بعضی از مواجهه های نهله های مختلف اپوزیسیون نگرانیش اینه که این مسائل باعث عقب افتادن براندازی میشه و یا به عبارت دیگه چون بر این افراد برای براندازی برنامه ندارن نکته اینجاست جسم خانم هدایت نگران از اختلاف چند نفر در اپوزیسیون یا بعضی از نهله های اپوزیسیون با همگی نیست نگران اینه که این سرگرمی ها باعث شده که یک برنامه ریزی اصولی برای براندازی و برای اقناع مردم نسبت بعد از براندازی صورت نمیگیره یعنی نگرانی خانم هدایت این نیست که چهار نفر با هم اختلاف دارن ببینید این خیلی فرق میکنه متاسفانه سری از رسانه ها و افراد تلاش میکنن به شدت در تلاشن که اختلافات و اپوزیسیون رو بسیار بزرگ نشون بدن در که هر حرف, حرف بسیار بی ربطیه ببینید دوستان عزیز ما در یک دوره به هر حال چند ساله حالا یه سری افراد چند ده ساله یه سری افراد 10 تا سال از بعد از جنبش سبز کم کم به نتیجه رسیدن که ابتدا بعضی به نتیجه رسیدن که بایستی تغییرات اصولی و تغییرات ساختاری انجام بشه الان حتی فردی مثل آقای مهندس موسوی که به نظر میرسید یک روزی که از جدی ترین مریدان خمینی الان میگه ساختار سابق جواب نمیده قانون اساسی جواب نمیده و حتی بازگشت به قانون اساسی سابق جواب نمیده و ساختارهای موجود اصلا پاسخگو نیست یعنی وقتی کسی میگه ساختارهای موجود پاسخگو نیست یعنی باید براندازی بشه وضعیت اپوزیسیون ببینید این که بسیار از افراد علی رغم اختلافات مذهبی اختلافات سیاسی دیدگاه های متفاوت اقتصادی دیدگاه های مختلف نسبت به روابط جمهوری روابط ایران و مردم ایران با کشورهای دیگه علی رغم همه این اختلافات به این نتیجه میرسن که حالا هر کدوم به عبارت خودشون یک رسما میگه بعد براندازی بشه مثل خانم هدایت که با شجاعت از درون زندان در سال فکر کنم ده دهم زندان در سال نهم نه زندان بودش یه هفت سال زندان بود که به خاطر اقداماتی که بعد از سرنگونی هواپیما اوکراینی انجام داده به چهار سال زندان محکوم شده خب در این شرایط از داخل زندان از مورد براندازی صحبت میکنه این نشون پیشرفت خیلی زیاده یعنی افرادی که یا منش اصلاح طلبی داشتن یا به هر دلیلی معتقد بودن که براندازی نباید انجام بشه یا براندازی امکان پذیر نیست الان دارن کم کم به تیف اضافه میشن این که از درون زندان یک نفر حرف بزنه دوستان مسئله کمی نیست جمهوری اسلامی ممکنه نسبت به مردم غیرت نداشته باشه نسبت به اقتصاد کشور تعصب نداشته باشه نسبت به رفاه مردم دغدغه نداشته باشه اما نسبت به حفظ خودش خیلی دغدغه داره و اینکه در این شرایط خانم هدایت از داخل زندان از براندازی صحبت خیلی ارزش داره و این اتفاقا یکی ای از دلایل زنده بودن انقلابه مدت بعضی از افراد بر اینکه حالا یا ظاهرا برای دلسوزی نسبت به انقلاب ملت ایران یا بر اساس معمولیتی که دارن تلاش میکنن که یک جوری جلبه بدن که مثلا انقلاب متوقف شده مردم خسته شدن ولی میبینید که از درون زندان جمهوری اسلامی از براندازی صحبت میشه مهدی نصیری از براندازی میگه تا بهار هدایت همین بهار هدایت که میگم چند سال قبل وقتی زندان بود موازه اصلاح طلبانه داشت خب در این شرایط اینکه یه بیان اولا یک اختلافاتی که بخشیش اختلاف سلیقه است بخشیش اصلا در اصالت برانداز بودن بعض از این افراد یا اصالت مخالف جمهوری بودنشون اختلاف نظر وجود داره یا تعدد وجود داره اینها رو به عنوان آینه تمام نمای اپوزیسیون نشون بدن و بعد این اخترافات رو خیلی بزرگ جلوه بدن و فقط هم به ظواهر قصه بپردازن این خیلی نشون دهنده یا به نظر من نادانی یا معموریت یا ساده لوحی. اما در همین شرایط خانم بهاره هدایت من توصیه میکنم کنم دوستان نامش رو بخونید نامه بسیار مفصلی نوشته و تنها نگرانش اینه که خیلی با هم فرق داره یکی نگرانش که این اپوزیسیون سر هم دیگه میزنن مثلا باعث ممکنه نگرانی مردم بشن که البته نگرانی هم هست نگرانی به حق هم هست. اما خانم هدایت من اونچه من فهمیدم از نامه اخیرش اینه که نگرانش که این تو سرکله هم زدن ها باعث میشه که از وظیفه اصلی اپوزیسیون که تمهید مقدمات برای براندازی میگم من برداشتم از نامه بسیار زیبا و اصولی و خوشمتن خانم هدایت اینه که اصل رو بر براندازی گذاشته و نگرانی اصلیش هم مبتنی بر همین اصلیه که روش تکه داره یعنی میگه کارهایی که بعضی از افراد دارن میکنن عملا برنامه ریزی دقیق برای هرچه سریع تر تحقق براندازی رو به تعویق انداخته یا بچه خسارت وارد و این خیلی مهمه بعض از رسانه ها که اصرار عجیبی دارن که اختراف درون اپوزیسیون رو خیلی بزرگ نشون بدن این به جای اینکه بپردازن به این ابعاد بسیار مهم خانم هدایت رفتن دوباره همون حرفایی که دیگران زدن که مثلا در اپوزیسیون با همدیگه درگیری دارن کودک کاری میکنن تعرض جنسی میکنن که خیلی چیز عجیبی بود من دیدم امیر طاهری یک پاسخی در مورد اون بحث تعرض جنسی درست هم میگم میگم اگر که به کسی تعرض جنسی شده به خصوص تو انگلیس بره شکایت کنه حتما دادگاه مجازات سنگین ترین خواهد کرد به هر حال در شرایطی که ادی تلاش میکنن که اولا موضوع اختلاف رو خیلی بزرگتر از واقعیتش نشون بدن کسانی که حالا به هر طریقی موجب اختلاف شدن از حتی که فحاشی گرفته تا تردید افکنی نسبت به وضعیت انقلاب و تداوم انقلاب علا این کار که دارن و همون افراد سعی کردن که بخش عمده اعتراض خانم هدایت رو هم متوجه اختلافات نهله های مختلف اپوزیسیون بکنن در حالی که به نظر من خانم هدایت نگرانش اینه که اپوزیسیون به خاطر از خیلی تفاوته نگرانیشونی که بعض از سرگرمی های درونی اپوزیسیون باعث قفلت از اصل براندازی بشه که تنها چاره ای که نجات ایران رو خانم هدایت در این میبینه این خیلی مهمه دوستان ببینید که یک نفر از داخل زندان با بلند فریاد بزنه جز براندازی راهی نیست این خیلی مسئله مهمی و امیدوارم که کسانی که میخوان تحلیل کنن به این نکته دقت داشته باشن ببینید اگر شجاعت خود خانم هدایت نبود من موضوع رو مطرح نمی کنم. چون میدونم وقتی ماها حرف میزنیم ممکنه اون زندانی اسیر در دست آدمخواران خاران جمهوری اسلامی تحت فشار رو قرار بگیره اما الان به نظرم با, با تجربه انعکاس این نامه الان چیزی نیست که جمهوری اسلامی ندونه و حرف من هم خیلی تاثیر نمیذاره بر تصمیم جمهوری اسلامی برای آزار عزید. و وگرنه من اینو نمیگفتم که خود نکرده باعث گرفتاری یا دردسر برای خانم هدایت بشه حالا به حال ایشون هزینه هم پذیرفته بس ما موظفیم به حرفشون دقت کنیم اصلا خواهش میکنم خواهش میکنم حتما صحبت های ارزشمند ایشون رو بخونید میبینید که دغدغش کجاست این دغدغه دغدغه مهمیه البته یک چراغ راه هم شده برای دیگرانی که دارن در خارج فعالیت میکنن از کارهای زیباش اینه که برخلاف اختلاف افکنی هایی که میشه برخلاف بعضی از کارهای شاید بگم رزیلانهی که داره انجام میشه خانم هدایت تلاش کرده که یک نوع اتفاقا تحبیب قروبی انجام بده که اینها باید به هم نزدیک بشن برای اینکه برندازی رو محقق کنن ببین خیلی نکته تعمد دارم که تکرار میکنم ایشون نگرانیش اینه که این اختلافات ناشی از برنامگی در براندازیه نه اینکه این اختلافات براندازی را عقب میگه چون برنامه ندارن برای براندازی به همین جهت دوچار اختلاف شدن اگر اولویتشون بر براندازی باشه که مشخصا خانم هدایت اشاره میکنه که راهی غیر از براندازی وجود نداره همون حرفی که خیلی از افراد دارن میزنن خیلی از افراد در داخل کشور ارز میکنم دیگه براندازی خودش شده یک خط سیاسی یعنی اگه یه موقع خط چپ و راست مطرح بود اصلاح طلب و اصولگرا مطرح بود الان براندازی و حمایت از جمهوری اسلامی در هر قالبی فرق نمیکنه قالب نوعی از اصلاح طلبی باشه نوعی از سیاست ورزی محمد خاتمی باشه یا اصولگرایان و این خیلی مهمه من خواهش می‌کنم از دوستان با دقت نامه خانم بهاره هدایت رو بخونید چون ایشون خودش این شجاعت رو به خرج داده دیگه من ضرورتی نمی‌بینم احتیاط کنم و از چون حتما درخواست ایشون خودش که نامه منعکس بشه برای شما هم بایستی توضیح بدم دوستان باید توضیح بدن که انگیزه خوندن پیدا بشه خواهش میکنم ازتون حتما نامه بخونید من یقین دارم این نامه تحت اثر خواهد گذاشت برای فعال بر فعالان سیاسی حداقل سهم لابیست های کثیف جمهوری اسلامی رو در فضای در عرصه مبارزه کم خواهد کرد به خاطری که کاملا خطوط داره شفاف میشه ارزمون دیگران براندازی داریم و هر نوع حمایت آشکار یا پنهان از جمهور اسلامی این که خاتمی هنوز همچنان نگران قانون انتخاباته تو گویی که اگر مثلا قانون انتخابات اگه اصلاح شد و مثلا چهار تا آدم حسابی رفتن تو مجلس مجلس کاریه ولی دوستان مجلسی که خیلی سریع خودشون هم میگن اختیار کاری رو ندارن باید دستور بگیرن باید تمکین میکنن این چه فرقی میکنه چه کسی بره نماینده مجلس بشه ولی به هر حال در شرایطی که امسال خاتمی و بعض از افراد دارن تلاش میکنن که نگرانی اصلی رو مثلا قانون انتخابات و کاهش قدرت مانور رای دهندگان جلوه بدن خانم هدایت میگه ما راهی غیر از براندازی نداریم و همین خواهش کنم دوستان با دقت بخونن به دوستانشون به کسانی که امکان شاید دست نداشته باشن منتقل کنن و اجازه ندن که این حرفای ارزشمند مدفون بشه ما هم همراه خانم هدایت فریاد میزنیم که راهی جز براندازی وجود نداره موفق باشید